کتاب شمس خاموش شمس به مولانا گفت مولانای من میدانی دلتنگی و فراق علامت اصلی عاشقان است عاشقان تنها و تنها در آرزوی معشوقند برای رسیدن به او از هرچه که در دنیا خلق شده حتی بهشت هم میگذرند در درون آدم غم فراخ است آدم با دلتنگی های سر می کرد هر زمانی که انسان ها به خواسته ای رسیدن باز هم این حسرت دلتنگی همراهشان بوده غیر از این اگر بود هیچ وقت قادر به شناخت زرافت های فطرتشان نمی شدند آنچه که ارزش آدم را بالا میبرد استقامت او برای تحمل این بار سنگینی امانتی است که خداوند در اختیارش گذاشته و آن هم چیزی نیست جز عشق الهی راز عشق را فقط آدم درک کرد چرا که همین عشق تنها دلیل بودن و خلق اوست و او خود میدانست که عشقش با چشیدن طعم تلخی جدایی و دلتنگی جان میگیرد و تغذیه می شود. به همین خاطر میوه ممنوعه را خورد مولانا گفت رفیق تبریزیم چرا آنهایی که پدرمان آدم را درک نکردند دنیا را تبدیل به حمام خون کردند شمس گفت چون به خورشید امید با چشمهای بسته نگاه کردند و به همین دلیل به این حال افتادند مولانا گفت چه کسی چشم انسانها را بست شمس گفت دشمنان امید مولانا گفت چطور متوجه نشدم شمس گفت بگو بندگانی که سراسیمه و افراطی به دنبال نفس خود میدوید از رحمت خداوند ناامید نشوید بدون شک خداوند همه گناهان را میبخشد نقل است که حضرت موسی چنین فرمود خدای من از اسیان بندگانت استقبال میکنی اما خودت اسیان را دوست نداری جواب خداوند این بود که به این ترتیب بخشش و بخششم واقعیت پیدا می کند مولانا پرسید با وجود این همه شرافت و وجاهت که به انسان بخشیده چرا خداوند صبحان اوسیان را وسیله امتحان قرار داد و بعد چه اتفاقی میافتد؟ افتد؟ شمس گفت مولانای من این سؤال تو جوابهای مختلفی دارد که یکی از آنها می تواند این باشد که یکی از راه های درک این امتحان ها درک حکمت این امتحان هاست مثلا حکمت مقاومت انسان برای اسیر غرور نشدن خیلی مهم است غرور درست مثل پرده و حجابی است که عشق الهی را تیره و تار می کند حکایت بل را در قرآن خانده ای که چطور غرور بر او مسلط شد و با آنکه ستایشگر پروردگار بود و در عین حال محبوب قلب ها هم بود ولی غرور او را تا درجه یک سک هم پایین آورد غرور یکی از عوامل اوسیان انسان می شود پس ارزش و اهمیت در آزمایش عمل ما اینجا هم معلوم می شود و اما جواب دیگر همیشه قابلیت و مهارت یک استاد شیشگر در شیشه شکست مشخص می شود قلب تو هم درست مثل یک شیشه است وقتی که سنگ اوسیان به آن خرد و شکست آن و خداوند مهربان دوباره تکیه های شکسته را با آتش ندامت به هم می چسباند همانطور که خود خداوند می فرماید به درستی که من برای توبه کنندگان قفارم خداوند میفرماید من همه بندگانم را میبخشم در حالی که نمیگوید آنها را بخشیده هم. یعنی همیشه وعده بخشش میدهد آن هم به این خاطر که بنده از تذرو و التماس و امیدواری برای رحمت و توجه خداوند منصرف نشود بنده باید بین بیم و امید بماند مدام التماس کند و درخواست کند و درخواست لطف و توجه از جانب خداوند است همه به طرف خدا برگردید در حقیقت خداوند همه گناهان را می بخشد همه شما به سمت من می چرا که من خریدار شما شمایم مولانا گفت ای بندگان من منظور کدام بندگان است؟ فرمان برداران نیستند، اعتراض کنندگان هم که نیستند، نماز و به حج رفته ها هم نیستند، حتی جهاد کنندگان و زکات دهنده ها هم نیستند، پس چه کسانی هستند؟ حتما افراتی ها هستن آنهایی که حد و مرز نمی شناسند. شمس گفت خیلی قشنگ تشریح کردیم مولانای من این افراتی ها. خداوند پرده دری نکرد. نگفت آنهایی که زنا کردند یا خیانت کردند. آنچه که خداوند فرمود همه اینها را هم شامل می شود. مهم این است که او هر طور که اراده کند میبخشد بدون هیچ پرده دری. مولانای من در عشق بالا یا پایینی مفهوم ندارد چرا باید دنبال بیشترش باشیم من و او مثل همیم دیگر طوری شده بود که همدیگر را هدایت میکردیم مورید یکدیگر شده بودیم گاهی با حیرت به هم نگاه میکردیم دیگر معلوم نبود چه کسی معلم است و چه کسی شاگرد در حالی که ما در حجره خود در عالمی پر نور سیر می کردیم و به احساس های تشنه چشمه ها جاری می کردیم در طرف دیگر دنیای بیروهی بیرون از حال و هوای ما قلقل قل می جوشید مولانا بین مردم قونیه خیلی محبوب بود مردم بسیار به او علاقه داشتند و جلسه های درس و معزه های شنونده ها و طرفداران فراوانی داشت و همین دلیل قیبت ناگهانیش از کلاس های درس و سخنرانی و همینطور رو برگرداندنش از شاگردان و مریدانش همه را در شک فرو برد. این موضوع آنقدر باعث حیرت شده بود که حتی ترس به دلشان انداخته بود. هرکس برای مدتی طولانی مولانا را به حال خود رها کرد اما بعد از چند ماه پچ پچ ها و شایعات و قیبت ها شروع شد. برای تعدادی متعصب که چندین سال کنار مولانا بودن اصلا قابل درک نبود که چطور آدم ناشناخته این مثل من که معلوم نیست چه کسی است و از کجا آمده حتی طرز فکرش برای دیگران غریبه است توانسته به این شدت مولانا را تحت تأثیر قرار بدهد اینکه چه دلیل و نیرویی باعث شد مولانا بتواند از همه چیز دست بکشد را نمیفهمند البته کمی هم به خاطر علاقه زیادی که به مولانا داشتند و حالا کنار گذاشته شده بودند باعث حسادتشان شده بود این چه وضعی است این آدم چه کسی است از کجا آمده که اینطور مولانا را از بقیه جدا کرده و به خود مشغول کرده این غریبه چه میخواهد هدفش چیست حتی بعضی وقتا پارا فراتر هم میگذاشتند بعد از اینکه پچ هایشان خوب به نتیجه رسید برای اینکه این باد فتنه به همه جا بوزد شروع کردن به متلک انداختن و سر به سر گذاشتنم یک بار در کوچه های قونیه که میگشتم چند نفر در حالی که از جیبشان پول در میآوردند به بچه ها دادن تا مرا دنبال کنند بچه ها از زمین سنگ برداشتن و دنبالم راه افتادن تا به من سنگ بزنن. برگشتم و بهشان خیره شدم چه قدرت معنوی در نگاهم بود که بچه ها در جا میخکوب شدن. خودم هم نمیدانم فقط دیدم که بچه ها سنگ ها را به زمین انداختن به سمتم آمدن و به دستم آویزان شدن. چیزی که ناراحتم میکرد این بود که چرا بزرگترها به معصومیت این بچه ها نیستند. با همین افکار وارد ای شدم و و سوزن خواستم و کاسب گفت ای آدم دیوان کدام پارگی را می خواهی بدوزی وصله کنی آدم پیر ما را ویران کردی و ما را هم تک پار گم شو بیرون بعد از گفتن این حرف از مغازه بیرونم کرد در حالی که از مغازه بیرون میرفتم نگاهش کردم چند لحظه ای از خروجم از مغازه نگزشته بود که پشت سرم صدای مهیبی به گوشم خورد بنای سنگی دکان بود که فرو ریخت یک برگ از دفتر عشق تو یاد گرفتم سیصد برگ اندوخته ام را فراموش کردم حضور در قونیه ده ها علامت سوال در ذهن هر کسی ایجاد کرده بود چرا در قونیه بودم چه کردم با مولانا که اینطور ساکت و بی حرف شد با چه قدرتی دنیای او را عوض کردم آیا درویشی افسونگرم یا ساحر و جادوگرم چرا آنقدر در مقابل واکنش هایم درمانده و بیچاره بودند نسبت به من عصبانی بودند با این وجود ترس هم داشتند هم با قضاوت هایشان به چشم یک آدم بیگانه به من نگاه می کردن. هم نمی توانستن کنجکاوی هایشان را مخفی کنند هر روز که میگذشت علامت سوال های ذهنشان بیشتر و بیشتر میشد بگذار با کنجکاوی ها و دهها علامت سوال ذهنشان به خودشان بپیچند بالاخره کسی هست که درکم کند آنهایی که جلال دین را میشناسند اگر جمع شوند نمیتوانند حتی یک میدان را پر کنند اما من جلال دین را مولانای جهان میکنم و به همه جهان معرفیش میکنم اگر او فقط به عنوان یک معزگر معمولی همچنان جلال دین می ماند بین حلبی ها زنگ می الماس را باید جلا داد مقام و منظرت جواهری مثل او فقط کوچه های قونیه نیست بلکه همه دنیاست نیاز به زمان داشتیم باید کم کم او را به قوام می آوردم اینکه دیگران چه می و چه فکر می اصلا فهم نبود آنقدر مصمم بودم که حتی اگر سنگ قبرها و دیوارهای کور هم قادر به حرف زدن بودن تأثیری جز وزوز مبهمی در گوشم نداشت. باید می توانستم از میان سنگهای قونی آب جاری کنم تا این گلستان بلقوه خشک نشود. اگر موفق می شدم همین برایم بس بود شبها هر وقت مولانا در اتاقش بود دیوان متنبه را دست می گرفت و می خاند و در واقع این کتاب هیچ وقت از دستش نمی افتاد. یک روز گفتم این کتاب را نخوان. آخر چه چیزی از این شعرهای خشک به دست می آوری؟ توجهی به حرفم نکرد فردای آن روز دیدم دوباره همان کتاب در دستش بود در حالی که دلخور شده بودم با گوشی چشم نگاهش کردم لحظه این نگاه من طلاقی شد اخم کردم دیوان را روی توشک رها کرد و رفت پیش همسرش تا بخوابد صبح نفس نفس سنان و عرق ریزان وارد اتاقم شد و گفت بلند شو باید نماز بخوانیم. گفتم هنوز که وقت اذان نشده گفت منظورم اذان صبح نیست گفتم پس چه نمازی میخواهی بخوانیم؟ گفت نماز وحشت گفتم چرا چه شده گفت خواب دیدم تو گوش متنبی را گرفته ای و پیش من آمدی در حالی که فریاد میزدی حرفای این مرد را میخوانی تو متنبه فلک زده هم در حالی که میلرزید میگفت دست از سر کتاب من بردار بیا از دست شمس نجاتم بده خندیدم و گفتم آه من که بهت تذکر داده بودم حتما باید از عالم رو یا به تو هشدار میدادند یک شب حاضر می شدم که بخوابم پشت در اتاقم صداهایی به گوشم خورد انگار کسی روی در کاری یا تعمیری می کرد. توجهی نکردم و خوابیدم صبح که بیدار شدم دیدم جلال دین پشت در اتاق خوابیده. فورا بلند شد دیدم که روی در با مرکب قرمز نوشته بود مقام معشوق خزر. به نوشته فوت کردم و محو شد. گفتم بعضی وقتا با طلا و نقره فریب میخوریم و زمانی هم با شعن و مقام و شهرت در حالی که سال هاست که شعن و مقام و شهرت را رها کرده ایم مولانا شرمنده شد دستم را روی شانه اش گذاشتم وقتی از او پرسیدم دوست داری سما کنیم خیلی خوشحال شد ای جلال الدین اگر خواهان قلبم هستی باید تنهاییت را به من اختصاص دهی فقط مردم کنجکاو نبودن خود مولانا هم با کنجکاوی و حیرت پیگیر ماجرا بود خود مولانا هم گاهی سر در نمی آورد که چه اتفاقی دارد میافتد. زندگی چهل سال اش هر روز که می گذشت متحول تر می شد. گاهی علامت سوال هایی که در ذهن خود جلال دین ایجاد می شد در مقابل من هم تحت تأثیر قرار می گرفت و هم نگرانی و دقدقی ها دست از سرش بر نمی داشت. خود جلال الدین هم حیرت زده و مبهوت بود یک روز به من گفت نفست مثل نفس ایساست برایم گفتم دیگر چه؟ گفت در علم کیمیا که هیچ همتایی نداری در ستاره شناسی و ریاضیات، الهیات، ریاضیات، فلسفه، تفسیر قرآن، حدیث خلاصه در همه علوم ماهری چطور چون این چیزی امکان دارد؟ مدرسه که هیچ وقت نرفته ای در درگاه و خانقاه که نمانده ای مرشد هم که نشدی این همه فضیلت و بصیرت را از کجا به دست آوردی؟ گفتم من قلبم را ساختم و پرورش دادم آیا مرشدی ماهرتر از قلب وجود دارد؟ از سالها جستجو خسته شدم در حالی که آنچه دنبالش بودم در درون خود جا داشت ضمن آنکه خودم را در تو هم پیدا کردم فراموش نکن مدرسه یوسف چاهی بود که مدتها در آن حبس بود درگاه و مکتب خانه موسا و ایسا بیابان بود میخواهم به تو بگویم که آیا دانش فقط از کتاب ها و استادان دریافت می شود فراموش نکن دانش با دانایی خیلی فرق دارد بعضی وقتها یک شطور به ما چیزهایی یاد می دهد که حتی ده ها کتاب نمیتواند حتی خداوند می مگر شطور را نمی بینی. مولانا گفت خب مثلا ما چه چیزهایی از شطور یاد میگیریم گفتم مولانا همین جاست که میگویم هنوز خامی تو خیلی مبتلای کتاب ها هستی کائنات خود بهترین کتاب است رنگ از صورت مولانا پرید و گفت یک سوال دارم اما قبل از آن باید این امانت ها را در صندوقچه بگذارم تا دیگر دستم نگیرد و اشاره به کتاب هایش کرد سپس بلند شد و از کنار پنجره چند کتاب حکایت را برداشت و در حالی که یک یکی آنها را میبوسید داخل صندوقچه ای گذاشت. بعد رو به من کرد و گفت بعد از اینکه این همه در علوم عقلی و نقلی به درجه های درخشانی رسیدی پس چطور ناگهان از همه آنها دست کشیدی و عالم تجرید و توحید را انتخاب کردی؟ با گفتم این جواب این سوال هم در خود توست. هر وقت و هم از کتاب پدرت که حدیگه شیخ فرید و دین عطار است همینطور بقیه ی کتاب های بالای سرت که خطابه ها و معزه هایت وابسته به آنهاست دست کشیدی و تازه میفهمی که شمس چرا دنیای توحید را انتخاب کرده است. این آدم هایی را که آنها را فقط مجموعه ای از استخان می بینی بعضی مواقع باعث حیرتم می شوند. یک روز جلوی در مدرسه نشسته بودم. آفتاب سوزانی میتابید با اینکه در اطراف جا برای زیر سایه نشستن بود ولی من روی سنگ های داغ کنار در مدرسه زیر آفتاب نشستم ماه آخر بهار بود همه جا به رنگ آبی و سبز و زرد و سفید فقط بالا پوش من بود که مثل همیشه سیاه بود در حالت عزلت نشسته بودم هیچ دلم نمیخواست در آن حال که هستم صدای کسی دنیایم را به هم بزند در همین موقع مرد درشت هیکلی از جلادان شهر بود که رد می شد. سه چهار نفر آدم کنجکاف هم در اطراف مدرسه ایستاده بودند. مرد جلاد در حالی که خطاب به آنها حرف میزد مرا نشان داد و گفت این بشر یک ولی سکوت کردم و چیزی نگفتم. شنیدم که دوباره حرفش را تکرار می کند باز هم سکوت کردم. در دلم گفتم مرد برو دنبال کارت و حال درونی ما را برملا نکن بگذار ساکت بمانم دیدم همان جمله را چندین بار پشت سر هم تکرار می کند دیگر اطرافم حسابی ازدهام شده بود دیدم اصلا خیال رفتن ندارد و خلوتم را هم به هم ریخته و صبر کردم تا ببینم تمام می کند یا نه که دوباره همان جمله را تکرار کرد این بشر یک ولی است یک نفر از بین جمعیت دیگر بیشتر از این نتوانست خود را کنترل کند و آنچه در دلش جمع شده بود را بیرون ریخت و گفت این آدم جلاد است صدایم را بلند کردم و گفتم بله من یک ولیم شاید هم دیوانم به خاطر اینکه مولانا را از زندان بدن و جسمش خلاص کردم یک ولیم و تا آنجایی که اسرار برای شما فاش نکنم هم یک دیوانم حالا دیگر اینجا را خلوت کنید و هر کس دنبال کارش برود اطرافیان جلال الدین را هم مثل خود او جذب می وقتی کسی را خیلی دوست داری و خیر خواهش هستی باید به توانی قلب دوستان و نزدیکانش را هم فتح کنی این کار باعث خوشحالی بیشتر عزیز دلت می شود یکی از کسانی که اوایل از من خوشش نمی آمد و حتی خیلی با تردید و احتیاط نزدیکم میشد، آهی حسام الدین بود. یک روز قرار شد نماز صبح را به جماعت بخوانیم، مولانا امام جماعت بود و حسام الدین معزن من و سلطان ولد و تعدادی از دراویش هم به مولانا اقامه می کردیم. وقتی حسام الدین برای اقامه بلند شد، با لبخند نگاهش کردم. اسام الدین همانجا از هوش رفت و افتاد او را به اتاقش بردند نماز که تمام شد پیشش رفتم و گفتم خیر باشد برادر تو با یک نگاه از امتحان قبول شدی از رخت خواب بلند شد و دستم را گرفت و گفت نسبت به تو بغض و کینه داشتم مرا ببخش و هرچه که دلت میخواهد از من بخواه گفتم حسام و دین این کارها به این راحتی ها نیست پولی چیزی بده و بندگی ما را بکن تا راه برایمان باز شود حسام و دین سری بلند شد و به خانه اش رفت هرچه اشیای قیمتی و پول و طلا در خانه اش بود آورد و مقابلم ریخت حتی زیورالات زنانش را هم آورده بود سپس گفت آلی جنابی چون تو از من چیزی خواسته باشد نه تنها دارو ندارم بلکه سجده شکر هم باید به جا بیاورم گفتم حسام الدین من به لطف و عنایت خداوند امیدوارم تا بعد از این تو را به جایگاهی برساند که اولیا و مؤمنان دیگر آرزویش را داشته باشند و به آن حسادت کنند تمامی این پول ها و مالها را از تو خواستم تا به تو بفهمانم که مردان خدا بی نیازند و تحت هیچ شرایطی خود را فقیر حس نمی کنند. با اینکه قید دنیا را زده اند اما می دانند برای مقرب شدن در درگاه الهی هر روز زندگی در دنیا برای آنها امتحانیست. اولین امتحان سنجش توانایی دل کندن از دنیاست. امتحان دوم ترک کردن هر چیزی غیر از خداوند صبحان مرید زیاد خواه هیچ وقت به مرادش نمیرسد. هر مریدی که طلای خود را در راه تشخیص فدا کند سرش را هم می تواند بدهد. در دنیای دیگر اثری از عاشقانی که با همه قلب ایمان آورده اند و از هر ریا و تصویری منزه و رها باشند نمانده است. کیسه پر از سکه طلا را دست بگیر و عمل کن. یک تکه طلا در راه خداوند و برای خداوند بدهی در مقابل صد هزار معدن طلا به دست می آوری. از همه پول و طلایی که حسام الدین مقابلم گذاشته بود فقط یک درهم برداشتم و همه را دوباره به حسام الدین برگرداندم حسام الدین بعدها به چنان درجه ای رسید که عارفان زیادی در مقابل او سر احترام و تعظیم فرود آوردند و مولانا به او لقب امین خزانه عرش داده بود